با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تریبون کارگری، امروز بار دیگر درباره سوانح کار، هشدار بیش از 2000 کارگر در سال که در پرتو هشدار کارگران معدن در شرکت معدنچوی طبس اتفاق افتاد گفتگو میکنیم. چرایی این موقعیت، فعالان کارگری و پیشوان کارگری و نهادها و تشکلهای کارگری چه باید بکنند، چه چشمندازی در فراسوی این موقعیت ها هست، آیا تنها باید به تسلیت و همدردی ها اکتفا کرد یا اقدامات دیگری در مقابل داریم؟ تجربه های دیگر جهانی به ما چه میگن؟ امروز با محسن خوشبین، علیرضا نوایی و ایوب رحمانی هستیم و به این موضوع نگاه میکنیم. درود بر تو ایوب جان، صداتون بسته است. درود بر شما علی جان و درود بر محسن عزیز و علیرضای عزیز و همه بینندگان. پیش از این که مشخص بشه ابعاد فاجعه‌ای که در معدن در واقع طبس اتفاق افتاده، استاندار خراسان جنوبی اعلام کرده که بعد از 72 ساعت پیکر بیش از 50 نفر بیرون آورده شده و به قولی دادستان حکومتی اعلام کرده که در برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده و تذکرهایی داده شده و رعایت نشدن موارد ایمنی به صورت مشخص از زبان کارگران، یعنی نداشتن تهویه مناسب، اندازه گیری نکردن گاز متان در هر شیفت و نداشتن ابزار هشدار دهنده و اهمال کارفرما رو از این قضیه دونسته. اما وزیر کار دولت پزشکیان گفته که به نظر میرسه معدنکار تمام ضوابط و استانداردها رو رعایت کرده تا در واقع بر فاجعه‌ای که بر معادن ایران میگذره در واقع سرپوش بذاره، چرا که میخوان در این دولت هم همچنان دولت‌های گذشته حکومت اسلامی مسئله خصوصی سازی و ارزان سازی نیروی کار رو با شکل بسیار گسترده‌ای پیش ببرن. همچنان میخوان شرکت‌های پیمانکار رو که مدام و مدام از حقوق کارگران میزنن، از ایمنی کار رو از بین میبرن و کارگران رو، همه بیشتر کارگران رو خارج از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی کردن رو در مقابل بذارن. نوحه های بسیاری رو باز هم میشنویم از اینکه کارگر معدن، این کارگران معدن فقط با علارغمی که در 400 متری زمین زیر زمینن، تنها 8 میلیون تا 9 میلیون با اضافه کار حقوقشون بوده. از تنگ دستی و فقر فاجعه باری که بر کارگران هست میگن، اما هرگز نمیگن در واقع به اون موجی که در واقع از سالهای گذشته در این کشور اتفاق افتاده. معدن به عنوان یک قتلگاه کارگران، جایی که جان رو حراج گذاشتن. ما در گفتگوی گذشته بر روی هیئت حقیقت یاب تاکید کردیم، بر روی همبستگی های بزرگ با کارگران گفتیم. خوشبختانه انعکاس این تراژدی حداقل باعث یک سری همدردی هایی بین بسیارانی از فعالان و جنبش های اعتراضی شد، اما کافی نیست، چرا که این یک اقدام امروز، تنها یک حادثه نیست، یک روند کشتار و در واقع به حراج گذاشتن جان کارگرانه. شما ارزیابیتون از این قضایایی که در چند روز گذشته اتفاق افتاد چه هست؟ ببینید، اول در رابطه با این آقای احمد میدری، این وزیر کار، واقعا نمیدونم چجوری باید گفت. بگیم شرمم بالاخره اندازه‌ای داره، بیشرمی البته اندازه‌ای داره، نمیدونم بیشرافتی اندازه‌ای داره. این آقا وزیر کاره، دکترای اقتصاد داره در جمهوری اسلامی. من نمیخوام دست به افشاگری بزنم، دارم واقعیت ها رو میگم.
یه جایی یه اتفاقی افتاده، 50 نفر، یعنی میگیم اتفاق در یه معدنی یه اتفاقی افتاده، 50 نفر جانشون از دست دادن. این آقا بلند شده سوار نمیدونم حالا هواپیما سوار چی شده، رفته اونجا بدون اینکه هیچ تحقیقی صورت بگیره. اولین کار اینه که هر آدم عادی اینو میفهمه، میگم آقا یه انفجاری صورت گرفته، 50 نفر آدم مردن، باید یه کمیسیونی، کمیته ای، هر چیزی به وجود بیاد و تشکیل بشه و این بررسی کنیم. ولی این آقا همون رسید اونجا گفت تخلفی صورت نگرفته، حادثه بوده. یعنی همه استانداردها گویا رعایت شده، خب حادثه هم همیشه صورت میگیره. این چیزی که اینو گفت. ولی من میخوام حالا برگردم، یعنی بحث این نیست که دیگه الان حتی در روزنامه های ایران، نمیدونم مطبوعات، رسانه های ایران، همه دیگه مشخص شده که این استانداردها رعایت نشده، در استانداردهای ایمنی کار در این معدن رعایت نشده. اینو در رابطه با آقای میدری که بدونه برخورد. من فقط نمیخوام زیاد در این رابطه صحبت کنم، فقط یه نقل قولی رو اجازه بدید براتون بخونم. 3-4 نفر از نمایندگان همین مجلس که بیشترشون هم از اصولگرا هستن گفتن آقا استانداردها رعایت نمیشه در ایران، از جمله در معدن طبس رعایت نشد. این آقای علیزاده رئیس کمیسیون صنایع مجلس، ببینید چی داره میگه. میگه متاسفانه حداقل های ایمنی در این معدن رعایت نشده بود و قبل از آنکه گاز به بلوک دیگر معدن نفوذ کند متاسفانه کوچکترین اطلاع رسانی نشده بود. در این معدن کف استانداردها هم رعایت نشده بود. یعنی کف استانداردها هم به قول آقای نماینده مجلس علیزاده رعایت نشده در اونجا. مسئله همین. حالا برمیگردم سر مسئله اصلی. خب مسئله فقط این معدن که نیست که، بازم یکی از نماینده خود طبس گفته که 10,000 نفر از کارگران معدن در طبس اگر روال کار به این صورت ادامه پیدا کنه در خطر قرار دارن. یعنی همه اون 10,000 تای کارگری که اونجا کار میکنن در معادن طبس. حالا شما تصویر بزرگتر بکنید، مسئله فقط معادن نیست. حالا اگه وقت شد دوستان، ما قبلا هم گفتیم، دوستان هم میتونن بگن این زنجیره ای از به قول خودشون حوادث کار که در معادن صورت میگیره، ولی مسئله که فقط معادن نیست، در سراسر به اصطلاح محیط های کار در ایران ما با این مسئله روبرو هستیم. ایران از نظر استانداردهای رعایت استانداردهای ایمنی کار در پایین ترین سطح قرار داره و بالاترین حوادث کار، صحنه های کار و قربانی شدن کارگران در سطح جهان داره. در نتیجه واقعیت اینه که استانداردهای کار، استانداردهای ایمنی کار رعایت نمیشه در محیط های ایران و این محیط های کار از معدن گرفته تا کارخونه ها گرفته تا نمیدونم حتی شرکت های خدماتی. یعنی هر لحظه کسی که نیروی کارش رو فروخته میره سر کار، اونجا ممکنه شب یا صبح بر نگرده از سر کار، برای اینکه خطرناکه. ولی مسئله اصلی اینه که چه باید کرد در این رابطه. من وارد جزئیات نمیشم، حالا اگه بخشید بیشتر بعدا توضیح میدم. من میگم دلایلش، فقط به دلایلش اشاره کنم. اولا ایمنی کار رعایت نمیشه، خب این مشخصه. چرا رعایت نمیشه؟ من به نظرم 3 تا مسئله رو اشاره کنم فقط، حالا دوستان صحبت کنن. یکیش مسئله خصوصی سازیه که این به صورت شرکت‌های پیمانی که اینو چیز کردن، قبلا هم صحبت کردیم قبل از این برنامه، خب رعایت نمی‌کنن به خاطر سود چیز. خود دولت رعایت نمی‌کنه، این دومی چیزه. یعنی دولت این بازرسان اینا وزارت کار اینا اهمیت نمیدن، یعنی نظارتی نیست. این یکیش. دومین مسئله اینه که خود کارگرا تشکل ندارن. اگه تشکل می‌داشتن خب اونجا چیز می‌کنن، وقتی خطر رو ببینن اعلام می‌کنن، اعتراض می‌کنن. کارگر تنها قدرتی نداره، هر وقت هم تنهایی بخواد چیز کنه اخراجش می‌کنه. دومین مسئله اینه. سومین مسئله اینه که این در سطح خود جامعه ایران مسئله ایمنی کار آنچنان که باید در چیز قرار نگرفته، در اولویت کار به قول قبلا صحبت می‌کردیم ما و فعالین کارگری و خود کارگرا قرار نگرفته. چهارمین مسئله که بازم به نظرم اهمیت چیز داره، من این مسئله موقتی بودن کارهاست. یعنی کارگرا هر لحظه اگر اعتراض کنن کارشون از دست میدن. در نتیجه خب اعتراض نمیکنم به این، به مسئله دیگه اعتراض نمیکنم، به این عدم رعایت ایمنی هم اعتراض نمیکنم. یعنی اینا بگن دلایلشه، ولی علت اصلی رو به نظرم دولت و کارفرما رو باید یخه اینا رو گرفت. درود بر شما. درود بر شما محسن خوشبین عزیز. ممنونم که
از طرف همه ما که دعوت ما رو برای تریبون کارگری پذیرفتید. ما متاسفانه در دوره روز بدی شما رو دعوت کردیم که بیاین، در دوره‌ای که به اصطلاح با این مرگ دلخراش بیش از 50 کارگر مواجهیم و دوره‌ای که این دردها دردی عمومی شده. شما خب تجربه طولانی در کارهای سخت دارین، هم در ایران و هم خصوصا در آلمان. وقتی یک باره شما این رو میشنوین که مثلا بازرس پرونده گفته که شرکت صنعتی و معدنی شمال شهر رو به عنوان کارفرمای کارگاه با توجه به نبود سیستم تهویه مناسب و کافی در تونل، نبود مسیرهای کمکی برای تهویه، ندادن آموزش‌های لازم و کافی و نبود نظارت بر کارگران برای جلوگیری از ایجاد هر گونه شعله یا جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوکوموتیو ها به تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیلات امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن 100% مقصر شده و این شرکت همچنان در واقع از شرکت های پیمانکاری های متعدد در حال این سازماندهی هست. وقتی ما با هم داشتیم صحبت میکردید شما گفتید رفتید در یک محیط کار که یک کاری رو انجام بدید، دیدید که محیط کار شرایط مناسب رو نداره. کارفرمایی که میخواست کار رو به شما بگه میگفت که هزینه بسیار زیادی برای تأمین امنیت هست، شما کار انجام بدید و شما ندادید و اومدید و در واقع با یک تشکری سازمان. این فرهنگ مسئله ایمنی کار چطوره؟ چرا که الان ما با یک بحران بزرگ روبرویم، بحرانی که در همه صنایع خصوصا معدن و ساختمان مطلقا مسئله ایمن کار وجود نداره به عنوان یک قطر گاز. شما چگونه میبینید؟ خب منم قبل از همه به شما رفقا سلام میگم و به بینندگان تلویزیون تریبون کارگری. خوشحالم از اینکه منو دعوت کردید. من فکر میکنم موضوعی رو که میبایستی به طور جدی گرفت این بود، این مسئله است که نه دولت، نه کارفرما، نه شرکت پیمانکاری و از اون طرف هم خود طبقه کارگر ما به دلیل در حقیقت ویرانگری که روش پیش رفته، یعنی تحت این عنوان که برای ذره پول برای اینکه بتونه به خانوادهش آب و نان برسونه به هر کاری تحت هر شرایطی تن در میده و هر چهار عامل دست به دست هم میده که ما مدام تو رابطه با محیط های کار تو ایران نه فقط معادن، در همه جاها شاهد حوادثی هستیم که خیلی هم دردناکه. این موضوع حتی در مورد پرستاران هم، حتی در مورد پزشکان هم، حتی تو ایران امروز صادق شد. یعنی شما اگر خبر دارید داشته باشید که حتما دارید، پرستاران به خاطر فشار کار زیاد دست به خودکشی میزنن یا میمیرن، یا همین چند وقت پیش پزشکی این کار رو کرد تو بخش زنان. این به معنای اون نیست که تو جمهوری اسلامی یک سری قوانین نوشته نشده. در سال 1369 اینها در مورد بهداشت و امنیت کار قوانینی رو نوشتن که بخشن غلط نیست ولی به هیچ عنوان اجرا نمیشه. و چرا اجرا نمیشه؟ گفتم اون چهار عامل رو دنبال هم شمردم. یعنی شما اگه نگاه بخواید بکنید تو خرداد 1430 بعد از اون حادثه‌ای که رخ داد، خود روزنامه‌های ایران برگشتن نوشتند که پیمانکارها برای اینکه درآمد داشته باشند راهی جز این ندارند که این موارد قانونی رو اجرا نکنند. این موضوع فقط به خصوصی سازی بر نمیگرده. شما اگه ببینید من تو آلمان به هر حال نزدیک 38 سال کار کردم و تو اکثر کارخونه های در سه استانی که نسبت به محل زندگی من بهم نزدیکه رفت آمد داشتم. از کارخانه شیمی بایر بودم، کارخانه فورد بودم،
توی BASF بودم، تو کارگاه های به اصطلاح خیلی متعدد دیگری از جمله توی زباله سوزها، یعنی جایی که زباله ها رو تجمع میدند، اونجاها کار کردم و تو همین اینها این رو شاهد بودم. یعنی اول اینکه تو هیچ شرکتی نمیتونست وارد اون مؤسسه هایی که مال دولت بود یا زیر نظر دولت بود بشه، بدون اون که کارگرهای اون شرکت پیمانکار از جمله شرکت خود ما آموزش اونو بهشون نده باشه، یعنی کارت نداشته باشه، امتحان رو نداده باشن. یعنی یه آموزشی رو میبایستی میدیدیم تو قبلا هم به طور عمومی. بعد وقتی وارد کارخونه که میخواستیم بشیم، تو کارخونه بایستی برای ورود به کارخونه حداقل یک یا دو ساعت پای یک تلویزیون مدار بسته مینشستیم، مجموعه ای از اوضاع و احوال کل کارخونه رو و رعایت مسائل امنیتی اونجا رو به ما آموزش میدادن، بعد باید امتحان میدادیم، پس از اون میتونستیم وارد. حالا برای ورود به درون کارخونه به بخش های مختلف، وقتی این بخش ها که با مواد های مختلف از جمله مواد سمی کار داشتن، دوباره در اونجا به فاصله یه چند ساعتی دوباره بایستی یک کلاس آموزشی برامو میذاشتن، میبایستی تحت کنترل یکی از پرسنلی که مسئول این کار بود امتحان میدادیم، اگه قبول میشدیم میرفتیم تو محیط اون کار رو ادامه میدادیم. جالبی قضیه این بود که اگر بازرسی کل کارخونه یکیشون می اومد اونجا، جدای از اون بخش، جدای از مسئول اون بخش در مسئله امنیت، اگر می دید که تو گوشه ای از اون مجموعه رو رعایت نکردی، می تونست خیلی راحت گوشتو بگیره تو و پرونده شرکتو برای همیشه برای ورود به اون کارخونه ببند. بنابراین دولت در همه شرایط ها ناظر اصلی امنیت و بهداشت کار بود و هست، اگرچه از دوره نئولیبرالیسم این مسئله به این نحو پیش رفت که اینها این کنسرن های بزرگ تقسیم کردن، یعنی به بخش های مختلف کارگاه ها رو چیز کردن، به همین دلیل مسائل امنیتی رو هم به بخش های خصوصی دادند. منتها این بدان معنا نبود که یکی بر دیگری نظارت رو همینجور تا بالا پیگیری نکنند. از این لحاظ این موضوع به هیچ عنوان به این بر نمیگرده به صرف این که به اصطلاح بخش خصوصی خریده، بنابراین حق داره همین اون چیایی رو که هر جور دلش میخواد پیش ببره. تو رابطه با ایران اما اینجوری نیست. موضوعی که هست اینه که تو مناقصه هایی که گذاشتن تو این گزارش آخری که من حتی همین هفته گذشته خوندم، این بخش امنیت کار رو اصلا از اون خارج کردن، وجود چیزی نداره برای تحویل یک کارخونه به یک شرکت خصوصی. دو، خود اون شرکت خصوصی که میخره که حالا به هر حال عموما جزء سپاه و پاسداران اینا هستن، تحویل پیمانکارهایی میدن که اون پیمانکارها با نازل‌ترین قیمت‌ها وارد اونجا میشن، برای کسب سود به هیچ عنوان مسائل امنیت و بهداشت کار رو رعایت نمی‌کنه. این یک چیز عمومی تو رابطه با کل کارخونه ها، معادن، همه بخش ها رو شامل میشه، حتی تو بخش بیمارستانی هم درست به همین نحوه. اینا اگه تو قانونشون بخوای بخونید، در مورد مسئله کار زنان مواردی رو آوردند، ولی به هیچ عنوان اصلا رعایت نمی‌کنن. وقتی که ساعت کار نباید بیشتر از 8 ساعت بشه به دلیل کمبود پرسنل، به خاطر پول ارزان دادند، میشه که ساعت روزانه 14 ساعت هم کار بکنن، به هیچ عنوان به سلامت اون پرستار یا اون کارگر توجهی ابدا و اصلا نهارن. بنابراین این چیزی رو که باید گفت اینه که ما طور بسه این میمونه که مثلا امتحان رانندگی میری میدی، قوانین رو باید رعایت بکنی، ولی خب میشه آدم هایی هم رعایت نکنه. حالا وقتی رعایت نمی کنه، خب معلومی که پلیس هست، انضباط به اصطلاح خیابونی هست، با توجه به اونها اون گواهینامه‌شو میگیرن اگه از یک سرعتی مجاز رد بشه، از چراغ قرمز رد بکنه کلی. ولی تو رابطه با ایران اصلا اینجوری نیست. تو همین اتفاق اخیر
ببینید خود این آقای وزیر کار بلا فاصله اومده نفی کرده، در حالی که خدا عارف برگشته، معاون اول همین دولت برگشته، بیش از 220 معادن اون شرایط امنیت کار رو ندارن، بنابراین باید درهاشون بسته بشه. آیا این کار رو خواهند کرد؟ نه، نمیتونن بکنن، به دلیل اینکه هم نیاز مالیشون به گنبست رسیده، هم از اون طریق ما مشکلی که از این خوب با این خود این کارگرا چی کار میخوان بکنن با این فقر و با این بیکاری و چیزی. این مشکلاتی است که به هر حال تو رابطه با جامعه کارگری ایران مطرحه و ما میبایستی سعی بکنیم اینو به ملکی ذهن همه بکنن که در جهت تشکلهای کارگری که قدم برمیدارن این مسئله رو هم مثل افزایش دستمزد اینها تو ذهنشون بمونه. مرسی. ممنونم علی جان، درود بر تو. ایوب و محسن یک فضا و تصویری به ما ارائه دادن، هم در رابطه با مسئله خود اهمیت امنیت و سلامت کار و نیروی کار و این بیتوجهی که در ارتباط با مسئله سلامت و امنیت هست. مردمانی احساساتی میشن، همه ما انسانیم به خودی و با از رنج دیگران به درد میان و این درد و رنج رو میبینیم. یک باره درد و رنج کارگر معدن امروز به صحنه رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های عمومی اومده. درد و رنج کارگری که میره در 400 متری زمین از 17 ساله تا 50 ساله کار میکنه و نه فقط کار در مدت زمان خودش، اضافه کاری میکنه، اضافه کاری در اون شرایط سخت با اون حقوقهای وحشتناکی که چه دارن. و در این حال همه از بیتوجهی ها و موقعیت پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی حرف میزنن که به قول یکی از همین کارشناسانشون میگه نه فقط دارای اهلیتن بلکه مطلقاً مسئله مشکلات ایمنی صنایع معدنی براشون اهمیت نداره و خودخواهیشون باعث میشه که هرچه بیشتر از هزینه ها کم کنن، هزینه هایی که باید در واقع میتونست شانس بروز حادثه رو هر روز کم و کمتر کنه، اما این مدام در حال افزایش. چگونه میبینین شما این هم اهمیت مسئله امنیت و سلامتی کار و کارگر در ایران در محیط‌های کار، اهمیتی که باید در کنار اون مبارزه عمومی که الان برای افزایش دستمزدها و حق تشکر مستقل هست، این هم به عنوان یک مطالبه اصلی در مقابل جامعه قرار بگیر. منم سلام میکنم به شما هرسه رفیق عزیز و همچنین بینندگان برنامه تریبون کارگری. چون اولین گفتگوی من است، همدردی و همبستگی خودم و با خانواده های کارگران جان باخته و همچنین کارگران صدمه دیده و خانواده هایشون اعلام میکنم و همچنین به تمامی اونهایی که در ایران چه در تجمعشون چه در شبکه‌های اجتماعی چه به اشکال مختلف که همین مثل مثلا دانشجویان و غیره چه به طور فردی و چه گروهی عکس العمل نشون دادن و همبستگی خودشونو با کارگران اعلام کردن سپاسگزاری میکنم. یادآور میشم که در این حادثه عکس العمل مدافعین انسانیت، مدافعین حقوق کارگران در مورد زیاد بود، خوب بود که میتونه مبنایی باشه برای مبارزه با این عامل. عرضم حضور شما که این ایمنی کار که میگیم قربانیان این چنینی میگیره که بالای 2000، ما در ایران هیچ آماری از قربانیان بهداشت کار نداریم، ولی بر اساس آمار جهانی میگن حداقل 6 برابر
حوادث کاری بهداشت کار قربانی میگیره، چه از نظر جان باختن چه از نظر صدمه دیدن. اینکه وزیر کار اومده اون صحبت کرده بار دیگر نشون داده که اصلا وزارت کار در دولت‌های مختلف مدافع همین چیزی هستند که شما میگین، کاهش هزینه یا سود اندوزی کارفرمایان، چه کارفرمایان خصوصی و دولتی. عدم رعایت اصول ایمنی به بهداشت کار نه تنها در معادن یا بخش های دیگر هم باید برایش هزینه صرف بشه و برای اینکه سود اندوزی بیشتری بکنند این هزینه ها رو صرف نمی کنند. و اینجا وزارت کار مثل هر مورد دیگری مدافع کارفرمایانه. ما الان میبینیم در اختلافاتی که بین کارفرما و کارگر به وجود میاد وزارت کار منفعله و این دادستانی و قوه قضاییه است که مرتب داره دخالت میکنه. و حتی میبینیم که اتاق بازرگانی در همچین شرایطی که از هر منت شمسه که اصول ایمنی به بهداشت کار رعایت نمیشه، مسئله حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای بستن قرارداد و تو دستور کارشون گذاشتن. خب پس اینا رو ما داریم. مثلا ببینیم که نه تنها در معادن، مثلا سقوط از ارتفاع قربانی میگیره در سطر اول کارگران جانباخته و صدمه دیده سقوط از ارتفاع هست. داربست ها آیا مطابق استانداردهای جهانی هستند؟ کارگرانی که در ارتفاع کار میکنن آیا کمربند ایمنی دارن؟ که هی میفتن، معلومه که ندارن. اگه کمربند ایمنی داشته باشن که نمیفتن، سقوط نمیکنن به زمین. آیا نمیدونم کاسک معتبر دارن، یعنی تاریخ مصرفشون معتبره، از بین نرفته؟ خیلی. حالا اون چیزی که شما گفتین بر بستر یه همچین شرایطی که اصول ایمنی کار رعایت نمیشه، ما نمیتونیم فقط به این اتفاق کنیم که کارگران تشکل ندارن. ما باید ببینیم متناسب با شرایط امروز که کارگران تشکل ندارن و جمهوری اسلامی یکی از پایه‌های سیاست ضد کارگریش جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگریه، ما چگونه میتونیم به اینو به عنوان یک وظیفه مستمر در دستور کار خودمون قرار بدیم؟ ما فعالین کارگری سیاسی و اجتماعی مثل عامه مردم وقتی که یک اتفاقی میفته، از پلاسکو گرفته تا معادن گرفته تا اون ساختمون توی آبادان، اسم چیزش یادم رفت الان، ما هم احساساتی میشیم و متناسب با احساسات خودمون میایم راه حل هایی رو ادامه ارائه میدیم که حتی متناسب با شرایط و توان ما نیست. مثلا میگیم الان بیان کارگران اعتصاب بکنن، اعتصاب سراسری بکنن، تسلیت نگه. من با اینا موافق نیستم، این در حد توان ما نیست. ما در این شرایط که دیدیم، مثلا ما میبینیم دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران میان پوستر میزنن، این میتونست عمومیتر بشه، اینه میشد مطرح کرد که دانشجویان دانشگاه های مختلفی میزنن. مثلا میبینیم فرهنگیان لنگرود اجتماع میزنن، بازنشستگان فولاد شعار میدن تو تجمعشون، بازنشستگان کشوری تو کرمانشاه یک دقیقه سکوت میکنن، کارگران ارکان سالس توی تجمعشون پلاکارت همبستگی بالا میبرن. ما به متناسب با این و این که بازتاب داشت در جامعه به طور وظیفه آنی، میتونستیم بگیم که در میادین شهر حضور پیدا بکنن، شمع روشن بکنن و این مسئله رو هرچه بیشتر عمومیتر و عمومیتر بکنن در رابطه با وظایف دراز مدت خودمون. در بخش بعدی صحبت میکنم، وظایف دراز مدت وظایف مستمره.
نه وظایفیه که در این شرایط که مسئله عمده میشه و حاد میشه باید بهش پرداخته بشه. ممنونم. ایوب جان شما به چهار محور اشاره کردید، یکی و در این چهار محور که در گفته های همین عزیزان هم هست و بسیارانی از فعالان میگن، ولی خب توی مجموعه مطالباتی که هست مسئله حذف شرکت های پیمانکاری در صدر بسیاری از گفتگوها و مطالبات جنبش کارگری خصوصا کارگران نفت و پتروشیمی بود. توی ما در معادن هم خصوصا در معادن کرمان و زرند و اینها اونجا هم دقیقا همین حرف زدن و دقیقا در همین زاویه گفتن که این کارگر کشی، این کارگر ارزان، این نبود در واقع شرایط ایمنی، همه اینها که وجود داره و ما مدام اما علارغم فشارها شاهد پیمانکارهای کوچک و بزرگی هستیم که این صنایع رو مثل یک مافیایی صنایع معدنی رو گرفتن، یک چیز بسیار در واقع پردرآمد و ساده است برای اونها، هم نابود کردن زیست، مسائل زیست محیطی رو در بر داره و هم در واقع همین کارگرکشی که دقیقا در یک راستای ویرانسازی در حال پیشرویه. این چطور محسن میگفت که میگه که باید این رو ملکه ذهن همه کرد که مسئله امنیت، سلامت و امنیت کار اصلی ترین خواسته و مطالبه جنبش کارگریه و تشکلهایی رو باید در همین زاویه ساخت، یعنی تشکلهایی فرای فقط محیط کار، کل محیط های کار رو باید ساخت، از بیمارستان ها تا ساختمانسازی تا شرکت های کوچک تا همین معادن و پتروشیمی، همه با این معضل فرسودگی دستگاه ها، قدیمی بودنشون، عهد عتیق بودنشون و مدام خراب بودنشون روبرو هستند. وقتی جای محیط امن نیست نباید کارگر کار کنه، نباید پرستار به جای 8 ساعت کار 12 ساعت کار بکنه و همون چیز رو بازدهی کارم داشته باشه و این خوی حوادث به وجود میاد. اینه چگونه میشه ملکه کرد؟ بله ببینید یه مثالی شاید بزنم یه بحث روشن‌تر میشه. همین چند روز پیش در یه گفتگوی با هم گفتگو میکردیم گفتم ببینید که این مثال میزنم برای اینکه یه تصویر بهتری رو داشته باشیم. این دولت انگلستان، کشور انگلستان با آمریکا اولین کشورهایی بودن که این سیاستهای نیولیبرالی را در دستور کار خودشون قرار دادن از 1979 تاچر در اینجا و ریگان در آمریکا، یعنی شروع کردن. یکی از بسیار ستونهای اصلی اون سیاستهای نیولیبرالی خصوصی سازی بود و همین شرکتهای پیمانی که شما ازش اسپردید. الان در انگلستان غیر از آموزش و پرورش و غیر از نظام بهداشت در واقع چیزی نیست که اینا بخره خصوصی نکرده باشن، شرکت‌های خصوصی اونجا حضور نداشته باشن و شرکت‌های پیمانی هم همینطور. ولی من پریروز هم اشاره کردم انگلستان میزان اشتغالش، سطح اشتغال در اینجا 33 میلیونه، در ایران 24 میلیون نفر شاغلن، در اینجا 33 میلیون نفر شاغلن. در سال گذشته 2023 در انگلستان تعداد کسایی که به خاطر سوانه کاری جانشون از دست دادن 136 نفر. در سال گذشته در ایران 2000 خورده ای. 2115 نفر، 20 نفر، حالا نمیدونم تو همین حد بوده دار. یعنی مقایسه بکنین بیش از 2000 نفر از کارگرایی که در ایران به خاطر رعایت نشدن استانداردهای ایمنی جانشون از دست دادن میتونستن جانشون از دست ندن زنده باشن الان، بیش از 2000 نفر. یعنی این یه جنایتی که داره در ایران صورت میگیره. خب حالا اینو چرا گفتم؟ به این دلیلی که مسئله درست، این شرکت‌های پیمانی باید برشیده بشن، چون شرکت‌های به هر حال در سطح چیز دلال بخشی از سود که از کارگرها تولیدش میکنن بخشی از سود رو برمی‌دارن. بعد این شرکت ها باید برداشته بشن، خواست کارگره هم بوده هست، این درسته، ولی مسئله فقط به اینجا محدود نمیشه. یعنی هم عواملی که برشمردم، یعنی این شرکت های پیمانی هستن برای اینکه سود بره بالا، خب ایمنی رو رعایت نمی کنن، کفش
کفش ایمنی هم برای کارگران نمیخرن. همین نمونهشو در این انفجار معدن طبس دیدیم و مسائل دیگه. به طور کلی مسئله ارزانسازی نیروی کاره که همشه نفعی که دارن همه کارفرما، به قول علیرضا همه کارفرما چه خصوصی چه دولتی نقش دارن، درش نفع دارن و نقش دارن. در نتیجه نیروی کار باید ارزان بشه. یکی از مثلا شیوه ارزانسازی نیروی کار علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، کاهش از هزینه تولید به نفع کارفرما، برای اینکه بخش از هزینه تولید شامل ایمنسازی محیط کار میشه که اون هزینه رو پرداخت نکنه. در نتیجه کاری که میشه کرد، من به نظر از چند جنبه قبلا هم صحبت کردیم، من فقط اشاره میکنم. ببین یکی از چیزها اینه که خود کارگرها اعتراض کنن. این درسته فعالین کارگری، تشکلهای کارگری نقش دارن، اینا میتونن این مسئله رو در سطح اجتماعی طرح بکنن، جزء به قول رفیق محسن جزء مسئله اجتماع بکنن، این نقش داره. ولی مهمترینش اینه که کارگرها بتونن با اینکه تشکل چیز علیرضا تشکل ندارن بتونن اعتراض کنن. من دیروز خبرها دیدم که کارگرهای معدن تزره بلافاصله بعد از این واقعه دست به اعتراض زده بودن. حالا اون اعتراض هم در همبستگی با کارگرهای معدن طبس بود، هم در اعتراض به این که چند ماه حقوقشون رو پرداخت نکردن. بعد گفته بودن فقط وقتی که فاجعه های اینجوری داره صورت میگیره دولت و کسای دیگه کارفرماها یادشون میفته که گویا معادن هم نیستن، یعنی اشاره کرده بودم به این. من رای نمیبینم، یعنی باید گفتم دو تا مسئله، یکی که این مسئله باید مسئله جامعه تبدیل بشه، به مسئله مردم تبدیل بشه و این اعتراض رو دیدیم بازنشسته ها دیگه، من تکرار نمیکنم، خیلی اعتراض کردن که با خیلی حرکت بسیار بجا و خوب. دومی مسئله اینه که کارگرا باید اعتراض کنن به همین مسئله ایمن نبودن محیط های کار. اینکه چگونه اعتراض کنن، خب ما از بالا نمیتونیم از اینجا مثلا نسخه بپیچیم. من مثلا پیشنهاد میکردم که کارگرای معدن میتونن به هر حال در بخش های مختلف به حرمت مثلا به احترام کسایی که جانشون از دست دادن یک دقیقه نمیدونم سکوت کنن، نمیدونم یه روز تجمع کنن، یه روز احتساب بکنن، نرن سر کار به خاطر این مسئله. و این همبستگی از اینجا وجود میاد. و یه کارگران مثلا پتروشیمی، خب کارگران پیمانی پتروشیمی اعلام کردن که ما خواهان اینیم که شرکت‌های پیمانی برچیده بشن و این درخواستشون هم بود که مثلا ایمنی محیط کار هم جزو خواستشون بود. یعنی این خواست باید به خواست یکی از بخش‌های مثلا خواستای کارگران تبدیل بشه و از این طریق مثلا هم از طرف خود کارگرا، هم از طرف مثلا نهادهایی که حمایت میکنن از منافع کارگرا مثل دانشجویان، زنان، خود مردم به دولت فشار بیاریم که به هر حال رعایت بکنه استانداردهای کار و نظارت بشه بر استانداردهای کار در ایران که مثلا چی از سطح بین المللی مثلا هیچ رابطه‌ای ندارن با سطح بین المللی. من به نظرم راهش اینه که فشار بیاریم از هر طریقی که ممکنه. یکی از راه همینه، این جمله رو بگم، یکی از راه همینه که خب ما در خارج از کشور از این اتحادیه‌ها، از سازمان جهانی کار وظیفه‌شه که دولت جمهوری اسلامی به مقابل نامه سازمان جهانی کار در رابطه با ایمنی محیط کار را امضا کرده که رعایت کنه استاندارد کار. باید از این جنبه هم فشار بیاریم و دولت زیر فشار قرار بدیم. ممنونم. محسن جان شما چگونه می‌بینید در این جنبند گفتگوها؟ ببین من در ادامه صحبت‌های رفقا نکاتی رو که توضیح می‌خوام بدم اینه. ببین پزشکیان، همین به اصطلاح رئیس جمهور ما که تو نیویورک بوده که یه مصاحبه این مسئله تحریم ازش در مورد همین فاجعه مال طبس سوال کردن، توضیحش این بوده که تحریم ها عامل این قضیه است. خب این دروغه. چرا؟ به این دلیل که اینا چجوریه که ماشین های لامبورجینی وارد ایران میشه، چجوریه که بسیاری از چیزهای لوکس دیگری که مربوط به خانواده های به اصطلاح دارای این مملکت هستند همه چی رو میتونن وارد بکنن و اینا روابطی با چین دارن، اینا روابطی با کشورهای دیگه دارن که بسیاری از چیزهای دیگه رو وارد میکنن، اما کفش کار، کلاه کار و چیز اینا رو نمیتونن. اینا در مورد شنود یا کنترل حتی درون زندان زندانیان دستگاه هایی رو میارن نصب میکنن
که این دستگاه ها از زیر و بم همه رو اونجا رصد میکنه. اینا چجوریه که تو محیط های کار از این تکنیک ها رو که از پایانی در حقیقت دهه قرن گذشته تو این اروپا و تو کشورهای سنتی دیگه شروع شده و بسیاری مدرنیزه شده کنترل میکنه این چیزها رو، چطوریه که اینا نمیتونن وارد بکنن اما دنبال این هستن که از این چیزهای اطلاعاتی و اینها رو وارد بکنن، همه رو به زیر چیز میگیرن که بتونن سرکوب بکنن. خب این دروغه که داره میگه. مسئله ای که هست اینه که ببین، من با صحبتهایی که رفقا مطرح کردن موافقم، یعنی این که مثلا فرض بگیر بایستی سازمان جهانی کار این محدوده رو به جمهوری اسلامی هم فشار بیاره از این طریق اتحادیه‌های کارگری، اینو در این اجلاس‌هایی که جمهوری اسلامی هم تو شرکت میکنه بهش پوهن میدن، تو اونجا این پوهن‌ها رو بهش ندن، بلکه جمهوری اسلامی رو فشار بیارن که این محدوده رو بتون رعایت بکنه و او به کارگران رو به رسمیت بشناسن. اما اون چیزی رو که به نظرم میاد ما میبایستیم بعد از این دنبال بکنیم علاوه بر اینها تو رابطه با داخل، اینی که ببینید یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد، بیش از 50 نفر کشته شدن، یک منطقی به عزا نشسته تو ایران، به عبارتی کل ایران به عزا نشستند، خانواده های ناناور و همه چیشون از دست دادن. اینها فقط تو همون محدوده اینها عزای عمومی اعلام کردن. لازمه اش اینه که خود کارگران، خود اونهایی که پیشروان کارگری هستن، همه اینها یعنی بازنشستگان، معلمین، همه اینها از زبان کارگران به همراه کارگران خودشون عزای عمومی اعلام بکنن و سراسری هم بکنن. اگر نمیتونن برای یک روز یا دو روز این کارو بکنن، ولی میتونن از همه بخوان که یک ساعتی کارو تعطیل بکنن، یک ساعتی به اعتراض این سر کار نرن. چرا؟ به این دلیل که این فقط مسئله ماده نیست، این حتی تو بخش بیمارستان ها، بخش پرستارا هم رفته، این تو رابطه با مسئله ساختمان و این داربست ها که رفیق ما علیرضا توضیح داده، اصلا باور ناکردنیه مسئلهش. در این آلمان، حالا اروپا کلن اینجوریه، داربستی رو که میسازن تو حق نداری شرکت دیگه یه نفر بالای اون داربست بره، مگر اینکه پلاکارتی رو که روش نصب کردن که این به لحاظ امنیتی دارای اون شرایطی است که می شرکت دیگه یا افراد دیگه غیر از خود داربست به پا کرده ها میخوان برن بالا، باید اون ابتدا ببینن. کسی که اینو نخونده، این وجود نداره، اونجا نصب شده نیست جلوی چش همه، کسی حق نداره وارد اون داربست بشه. اگر بخواد بشه از کارخونه میندازنش بیرون. و بعد تو رابطه با اون موارد بعدی رو که رفیق ما علیرضا توضیح داد، این کاملا درسته. اینا چوریه که نمیتونن کلاه کاسکت، کمربند ایمنی اینها رو بیارن اونجا. فاجعه اینه، اینایی که قتل عام شدن همین حادثه طبس، چکمه هایی رو که پوشیدن پاره بود. این پزشکیان باید بذاره بره، اگر تو اروپا بود اینا باید میذاشتن میرفتن، این وزیر کار باید میرفت. چجوریه که آیا چکمه رو نمیتونست براشون تهیه بکنه؟ لباس کار نمیشه تهیه کرد؟ خب اینا دروغ میگن، اینا به هیچ عنوان هیچ صراطی با مسئله این مردم ندارن، سیستمشون غارت و دزدی مردمه. بنابراین تو اینجا تنها کاری که باید ببین، تو تاریخ جنبش کارگری رو شما هم بهتر از من میدونید، نگاه که بخواید، زمانی کارگرای نفت برای یخ و آب اعتراض کردن، اعتصاب کردند. شما امروز نگاه کنید تو این چیزا در حقیقت پتروشیمی ها، این کارگران پروژه‌ای تو گرمای 48 درجه 50 خوردی درجه کار میکنن، نه سرپناهی براشون، نه تهویه مدفوعشون کار میکنه، نه گاهن آبشون رو میدن فلان اینا. تازه هم از اینا خواهان این هستن که مثلا یک روز حتی با چیزشون موافقت نمیکنن که اینا به اصطلاح بعد از یه مدت معینی که خودشون اعلام میکنن یه فاصله هم استراحت داشته باشن. این وضعیتی است که تو رابطه با جمهوری، بنابراین همه مردم ایران و تو رأسش خود طبقه کارگر که همه اینها رو میبینه، هم کاراشو میبینه که اینجا و اونجا داره روشنه و این جنایت تو جلوی در خونهشون هم اومده، بنابراین همه باید با هم در این مورد اقدام بکنن. مثل همین
حادثه‌ای که ما در سال گذشته سر جنبش ژن ژیان آزادی داشتیم، زنان به ستوه آمده از بیش از 44 سال جنایی تو جمهوری اسلامی، همه از دخترای جوان همه به خیابان ها. همه اعتراض کردن، کشته دادم، ولی جمهوری اسلامی رو کاملا از اعتبار انداختن، پایش رو به لرزه در آوردن. بنابراین کارگرها هم باید بدونن که با یک ساعت تعطیل کردن کار یک همبسی لرزه بر اندام اینها میندازه. اینا اگه دروغ میگن تون فردا اون دروغشون رو به راست تبدیل میکنن، دوباره دست به جنایت میزن. این تجربه 44 سال گذشته این جمهوری اسلامی بود. بنابراین مسئله بر سر اینه که ما در ارتباط با امنیت به بهداشت کار در این سطحی که تازه خود روزنامه های ایران خود پزشک قانونی اعلام میکنه ما خبر داریم. بسیاری از این مبادات سمی، از این گرد و غبار همین زغال سنگی که به حلقوم ها میره و اینها شیر رو نمیدن، بسیاری از این چیزها رو نمیگیرن، بعد از مدتی یقشون رو میگیره. تو دوره اوایل دوره بازنشستگی نشده یقشون رو میگیره. تو قانون کار خود همین جمهوری اسلامی نوشته شده. جالب اینه که اونجا نوشته شده که هر کدوم از اینها باید ثبت بشه، که اگر بازرسی رفت تو درون کارخونه از یک کارگری سوال کرد، هیچ کس حق نداره نه اون کارگر رو مورد تعقیب قرار بده، نه اونها هم حق دارن که نام اونو اعلام بکنن. جالبی قضیه اینه، یک مجموعه از این چیا بود، اما ذره ای از این اجرا نمیشه. یعنی حقوق کارگرا رو زیر پا لی کردن فقط به خاطر اینکه کسب سود بکنه، خوشو سرپا نگه دارن، دست به جنایت هست. این خیلی وحشتناک بود. یعنی همه باید تی بلند شیم. من هر حال دیگه علی جان شما رو بشنویم، چرا که واقعیت اینه که الان خیلی ها به اصطلاح وعده تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا معرفی مقصران میدن، امیدوارن که جلوگیری بشه از تکرار این مکرر مرگ ها. بعضی میگن که اصلا خود قوه قضاییه گفته حتما ما محاکمه و مجازات میکنیم، اما آن چیزی که مجازات نمیشه مقام های حکومتی و دستگاه روحانیته که دستور خودسازی ها رو میده و کسانی که در واقع چشمه هاشون رو بر رعایت نکردن اصول ایمنی و بهداشت کار میبندن تا بتونن به اصطلاح نوعی سود رو تضمین کنن برای پیمانکاران متعددی که بر این صنایع متعدد در واقع استواره. ارزیابی مجموعه جمع‌بندیتون چه هست؟ چرا متاسفانه وقت زیادی نداریم؟ نه وقت ما که خیلی زیاد گذشته از حدش، من کوتاه صحبت میکنم. ببین اولا اینکه اینا مجازات میشن فلان، اینا قبلا هم مثلا یه نفر گرفتن اون چیز کردن، بازتابی تا الان نداشته که بگن که آقا مجازات یعنی اینکه هر پیمانکاری که وقتی که یک قراردادی رو میگیره باید اینا رو رعایت بکنه، اگر رعایت نکنه نباید کار بکنه. سری اینا رو ما تا الان نداشتیم، حاصلش هم اینه. یک دو، کمیته حقیقت‌یاب با شرکت کی؟ آفر، این مهمه. اون کمیته حقیقت‌یابی که مثل وزیر کار توش باشن فلان باشن به درد ما نمیخوره. اونا میان چیکار میکنن؟ قضیه رو یه جوری سرهم میارن که به حاکمیت اسلامی ضربه نخوره، ادامه کار پیمانکاران زیر سوال نره، سود اندوزیشون زیر سوال نره. این بعد در مورد شرایط کنونی، ببین رفقا، اراده گرایانه نمیتونیم برخورد بکنیم. ما باید تبلیغ بکنیم که کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی، دانشجویان، زنان و غیره متناسب به شرایطشون به این فاجعه عکس عمل نشون بدن، اعتراض بکنن، همبستگی و همدردی خودشون رو با خانواده‌ها نشون بدن. این دو تا بخشه. یه جا میشه اعتراض کرد، اگه تونستن اعتراض بکنن، اگه نتونستن میتونن از نظر حضوری یا از راه دور همبستگی و همبردگی خودشونو با خانواده ها نشون بدن. در دراز مدت ببینین رفقا، این بحث این که ما تشکل کارگری نداریم، چشمنداز اینی که در به زودی تشکل های کارگری فراگیر
ایجاد بشه نداریم. حذف شرکت های پیمانکاری زور ما نمیرسه، با حضور این شرکت های پیمانکاری کار ادامه پیدا میکنه. ما باید ببینیم در رابطه با رعایت اصول ایمنی کار و بهداشت کار در چنین شرایطی چه میتونیم بکنیم. به این سوال باید پاسخ بدیم، یعنی این یک سوالیه که باید در دستور کار همه روزه ما باشه تو این رابطه، نه اینکه فقط امروز، این یک کار مستمره. مثلا ما تشکل نداریم ولی بالاترین اعتراضات در کشور ما داره صورت میگیره. چند درصد این اعتراضات نسبت به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار بوده؟ برای اینکه روی این ما کار نکردیم، قانون کارگری کار نکردن سر این مسئله، آموزش از این طریق داده نشده. وقتی که کارگری که میبینه اینو باید آموزش کامل داد، کارگری که میبینه گاز زیاده وقتی که رفته گزارش داده همینجا نرن کار بکنن چون دیگه جونشونه، متوجه؟ اینا آموزش داده نشده. ببخشید من دیگه کوتاه‌تر از این نمیتونستم صحبت بکنم. این قسمت سوال، این چیزی میتونه یه برنامه باشه که روش بیشتر صحبت. ممنون از هر سوی شما محسن و علیرضا و ایوب که در این گفتگوی تریبون کارگری در همدردی و در گفتگو در رابطه با مسئله امنیت و سلامت کار حضور داشتید، و از شما بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردید. حتما ما باز به این قضیه باز خواهیم برگشت، تجربه های متفاوت در جنبش کارگری جهانی وجود داره، شرایط و پیشنهادها و راهکارهای متفاوت طبعا این راهکارهاست که کمک میکنه به فعالان جنبش کارگری و مردم ایران چون از این جهنمی که براش سرمایه‌داری اسلامی و روحانیت ایجاد کرده بتونن رها بشن. این راهیست که پر نشیب و فراز که باید مجبوریم متاسفانان را بپیماییم. شاد و سلامت باشید و باز همدردیمون رو در اینجا با همه کارگران معدن معدنکو و مردمان طبس و مردمان ایران اعلام میکنیم. امید که این دردها و حرمانها جای خودش رو به شادیهای بزرگ، آزادی و رهایی و رفاه